سلام. سلام گرم به تک تک شما بینندگان عزیز برنامه تاک شو از شبکه جهانی تلویزیون ایران ITN. امیدوارم که حالتون بهتر شده باشه و بهتر از اینا بشه و در این رابطه من، یعنی در واقع در این ساعتم، شما رو دعوت میکنم به برنامه تاک شو که با یک عزیزی گفتگویی دارم. در طی سالهای گذشته نقش بانوان ایرانی، خانمان ایرانی رو در زمینهای علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری، دیگه عرض کنم حضورتون پزشکی و غیره و غیره شاهد بودیم که چقدر نقش آفرین بودن در جامعه. حالا این جامعه من پوششش میدم به صورت جهانی، و هر کدوم موفق بودن و قطعا هم شما شاهد فعالیت ها و موفقیت های روزافزون این بانوان ایرانی به ورزشی، اگر نگفتم ورزشی هم بعد اضافه کنم، بودی و هستی. در زمینه بیزینس هم اشاره کردم و امروز یکی از مهمانان آشنای بیزینس مهمان برنامه هستن، با ایشون آشنا هستی، چون کرارن تصویر ایشون رو در برنامه‌های خودم ملاحظه فرمودید، در مورد ایشون پیرامونشون صحبت کردم و عرض کنم حضورتون امروز ازشون دعوت کردم که مهمان برنامه باشن، اما به خاطر اینکه مسافت دوری رو ما با ایشون داریم و همچنین که مادر دو بچه دوقلو هم هستن، واقعا حضورشون در استودیو عملی نبود. ازشون خواهش کردم که این گفتگو رو با هم به صورت تاک شو داشته باشیم و ایشون هم قبول کردن. بینندگان عزیز، خانم صدف سالود نژاد، سلام به شما صدف خانم. سلام آقا سپیرگانت، خوب هستین؟ سلام بیننده های عزیز. مرسی خانم، حال شما چطوره؟ خسته نباشید. مرسی، ممنون. همچنین ببخشید که نتونستم اونجا باشم باهاتون، ولی دیگه از طریق سکایپ میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. بله، دنیا دیگه با تکنولوژی خیلی چیزها آسانتر شده. یعنی البته اگر شما در وودلندیز بودید حتما در استودیو تشریف داشتید، ولی چون در سمت اورنج کانتی هستید و اگر میخواستید تشریف بیارید اینجا یه دو ساعت رانندگی میکردین، خدا رو خوش نمیاد من شما رو این همه توی ترافیک زحمت بهتون بدم. ولی به هر حال مرسی. مرسی آقا سپربند. شما همیشه کم حرفی؟ من نه، راستشو بگم نه، کم حرف نیستم، فقط امروز یه ذره خستم چون که با دو تا بچه سر و کله میزنیم، دیگه امروز میگذرونیم تا برسه فردا بیایم رستوران. خب عرض کنم حضورتون، شما در لس آنجلس زندگی میکردین، درسته؟ و بنده ننیم و شوهرم هم بالاس بیویا رو داره امروز که من بتونم با شما صحبت کنم امروز. خیلی حتما از همسر گرامیتون و بچه های دوقلوتون هم دعوت خواهیم کردنش که در این مصاحبه با ما شریک باشن. صدف خانم، شما قبلا در همین شهر وودلند هیز زندگی میکردی به خاطر بیزینستون، درسته؟ بله، من نزدیک بودم، تو سان فرناندو ولی بودم، انسینو زندگی میکردم، خیلی مسیرم نزدیک بود به کار، یه 5 دقیقه را بود. الان دور شده دیگه، اومدم اورنج کانتی، ساوث اورنج کانتی، یعنی طرف لگونا نیگل، رانچو سانتا مارگاریتا، ساوث اومدم دیگه. حالا یه 2 ساعتی طول میکشه تا برسم رستوران. دلیل این که شما موو کردید از وودلند هیز به این منطقه خیلی خوبه اورنج کانتی چی بود؟ دلیل اصلیتون چی بود؟ من دیگه یک سال و نیم پیش، یعنی حامله بودم، گفتم دیگه به شوهرم، گفتم بریم طرف اورنج کانتی. فامیلی من، پدرم، مادرم، خواهرم اورنج کانتی هن و برای بچه بزرگ کردن اورنج کانتی جای خیلی خوبیه، مدرسه خوبی داره، گفتیم بریم اورنج کانتی زندگی کنیم، بچه ها رو اونجا بزرگ کنیم و برای رستوران میرم و میام.
من فکر میکنم شما به خاطر یه مورد دیگه تشریف بردید اورنج کانتی. اورنج کانتی درسته یک شرایط خوبی رو داره، ولی شما به خاطر مادر رفتین که برای نگهداری بچه ها. بله، یعنی خیلی راحت تره که نزدیک مادرم باشم، پدرم باشم، کمک لازم داشتم، چون که فهمیدم دوقلو داره میاد. دوقلو کار آسونی نیست. با دوقلو دوقلو بزرگ کردن، از مادرم میخواین بپرسین بپرسین، چون که خودم هم دوقلو هم میدونم. بله میدونم. نمیدونم مادرم چجوری بدون کمک دوتا رو بزرگ کرد. زنده باد به مادر. دست در نکنه واقعا. ما دست در نکنه اگه داری تماشا. بله، پس دلیل اصلی موف کردن یا نقل مکان صدف خانوم، سوای اون مزیت هایی که در ارتباط با اورنج کانتی برشمردن، یکیش حضور مادرشونه. واقعا این مادرها در دنیا چه کارهایی که برای فرزندان نمی کنن، همونطور که خود صدف خانوم اشاره کردن، تشکر کردن از بزرگ کردن بچه ها، نگهداری بچه ها. درود به تمام مادران عزیز که این گونه در کنار فرزندانشون هستن. خدا را شکر و سپاس و همش. صدف خانم، شما با توجه به اینکه تحصیل کرده در رشته روانشناسی و همچنین بیزینس هستید، اصلا چه انگیزه ای سبب شدش که شما بروید در کار قضا؟ این دلیلش چی بوده در حالی که دو تا رشته فارغ التحصیل هستین، هم در رشته بیزینس و هم در رشته روان شناسی؟ خواهش میکنم. بله، دلیلی که رفتم تو همین رشته روان شناسی، یعنی اولش خودت هم گفتین، همین بیزنس دیگری بچلرز بیزنس هم رو گرفتم، ماسترز بیزنس هم رو گرفتم، رستوران رو شروع کردم، چند سال چرخوندم، بعد دیدم دلم میخواد برگردم به درس، دلم میخواد برگردم به همین روانشناسی، چون که الان دیگه تو جامعه میبینی خیلی مشکلات هست، خیلی ایشوا هست برای جوانان، و فوکسم رو میخوام بذارم روی جوانان، روی بچه ها، چون که اینا همین نسل جدید آیندمونن، و اگه بتونم فوکسم رو بذارم رو بچه ها، رو جوانان، همین دیسابیلیتی هاشون یا هر مشکلی که پیش میاد با بچه ها یا فامیلی بزرگ کردن، فوکسم رو بذارم اونجا، یه ذره بتونم کمک کنم که نسل آینده رو بتونیم یه ذره چجوری بگم سیو دم رو کمکشون کنیم. همین میگم، با توجه به این تحصیلات شما، تحصیلات عالیتون، ضمن این که واقعا سپاسگزاریم از این هدف بسیار شیرین شما، خب چطور شد با توجه به این دو مدرک مهم صاحب یک بیزینسی شدین که در زمینه غذا، در زمینه فود هم فعاله، اونم نه یکی، دو تا رستوران؟ خب آقا سفر، من توی رستوران بزرگ شدم، یعنی پدرم رستوران دریا رو باز کرد، تقریبا 40 سال پیش رستوران دریا تو اورنج کانتی رو باز کرد. ما به دنیا اومدیم، پدرم خیلی زحمت کشید، هر روز میرفت سر کار، بیزنسش رو ساخت، ما اینو دیدیم، من و خواهرم، و تو بیزنس بزرگ شدیم. اصلا کار رستوران تو خونمونه، عاشق غذاییم، عاشق هاسپیتالیتی و مهمون نوازی و مردم رو سرو کنیم، اونا لذت ببرن، این عشقمونه. اینو من بیزنس گراجویت کردم با ماسترزم، اون موقع ریسیشن بود، اکانومی زیاد خوب نبود و هایر نمی کردن، ما رو هایر نمی کردن، نیروی جوان از کالج اومده بودیم بیرون، و فکر کردم من میتونم چی کار کنم این موقع که کار برای خودم شروع کنم، و گفتم چرا همونی که دوست دارم نکنم. خیلی ها گفتن نه، رستوران باز نکن، کار خانوم نیست، نمیتونی فامیلی بعدن بیاری، بچه بیاری، فامیلی تو بچرخونی. ولی آقا سپروند، به من یک کسی بگه این کار رو نمیتونی بکنی، فکر میکنی من چیکار میکنم؟ همین کار رو میکنم، بهترینشم میکنم، سعیمو میکنم، یعنی با کمک دیگران، با کمک خواهرم، پدرم مخصوصا، مادرم، و کمک سپورت شوهرم،
میتونم و این رستوران رو بچرخونم. شعبه اول رو که باز کردم چند سال چرخوندم دیدم یه لوکیشن دیگه هم میتونم الان باز کنم. بعد میبینی لوکیشن دوم همون 1000 اوکس. بسیار عالی. پس در خانواده سالود این صدفی که واقعا در زمینه فود، در زمینه رستوران فعاله، دریا هم فقط اسمش تو رستوران های دریاست. دریا نمیست این که در ارتباط بکنه؟ نه الان دریا داره، نه این اشتباه میکنی آقا سپرمت، دریا الان داره رستوران های دریا رو میچرخونه. اه؟ بله نمیدونستم. ولی زیاد تو چیز جامعه ایرونی و بیرون و بیان باست شما صحبت کرد. اتفاقا یه بار اومدن با تون صحبت کرد. بله بله ولی کن اشاره دریا جان بیشتر روی تمرکزش، البته گفته بود که به حال یه فعالیت های جانبی در کنار پدر دارن، ولی این اکتیف شدن، این که عرض کنم حضورتون به طور مداوم دارن مدیریت میکنن، نمیدونستم. بسیار خبر خوبیه دریا جان، خیلی به تبریک میگم، برات آرزوی موفقیت دارم. چند سال هستش که شما بیزینس صدف در انسینو رو دایر کردی؟ انسینو رو سال 2011 افتتاح شد. سو الان تقریبا الان 11 سال شد دیگه آقا سپروند. اپریل شد انیورسری سال 11 انسینو لوکیشن صدف رستوران. اسم پدر رو بردی، واقعا پدر چه نقشی در ارتباط با شما داشت؟ یعنی آیا رسیپی هایی که در ارتباط با رستوران داری یا دستور عمل مدیریت، چه نقشی در زندگی بیزینسی شده شما در زمینه غذا یا به عبارتی فود داشت؟ بله تمام رسیپی ها رو بگم، همه رسیپی ها مال پدرمه و رسیپی ها رو من دست نمیزنم، عوض نمی کنم، چون که خیلی مهمه. رسیپی ها پدرم، ببین، برای almost 40 ساله داره کار میکنه، همه هم دوست دارن و کیفیتش رو دست نزده، همه هم دوست دارن. سو من همون کار میکنم. پدرم همیشه گفت، اینم قبلا بهتونم گفتم، پدرم گفت هر کاری میکنی تو بزنس کیفیتتو عوض نکن، مشتریات مهمترین چیزن تو این بزنس، چون سپورت از همه مشتری هم دارن و مشتری ها دارن روز به روز میان، نهار، شام، غذای فاملی برای فاملیشون میبرن خونه، دلیور میکنن برای مهمونی هاشون میبرن. سو برای مهمون همون کیفیت غذا رو میدونم. پرایس ها هم الان خیلی رفته بالا، هزینه ها خیلی رفته بالا، خودتونم میبینیم از گپت، از چیزای غذایی، اینا همه رفته بالا، ولی ما کیفیتمون رو دست نمیزنیم، چون که پدرم اینو به من روز اول یاد داد و واقعا قبول دارم، I believe it، اینم همینجوری نگه میداریم. so, پدرم خیلی has a big part of my business، اینجوری بهتون بگم، حالا میخواییم ترجمه کنیم. بله یعنی در واقع در کنار شما یه پارتی از بیزینس شما هستن. چند درصد ما فکر میکرده که این رستوران با موفقیت رو برو میشه و یا احیانا اونطوری که دلت میخواد پیش نره؟ به هر حال جایی که شما در انسینو انتخاب کردین فرق نمیکنه، در تانزونوکس یک محل گرانیه و اجارها گرانه، ولی تا چه اندازه فکر میکردی واقعا به اوج موفقیتت که الان هستی میرسی؟ آقا سپرمن، من نمیدونستم این رستوران به اینجا میرسه، ولی روز به روز من کارم رو میکردم، یعنی سخت کار میکردم، گیواب نمیکردم، هر روز میخواستم بهترین و بهترین باشم و همکارام، اینو بهتون بگم، همکارام خیلی 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 پارت بزرگی دارن تو این بیزنس، چون که بدون همکارام و بدون مشتریام این بیزنس اینجا نمیرسید. یعنی واقعا هممون مثل یه فامیلی توی یه بیزنس، بعضی تا 5 روز 6 روز در هفته همدیگر رو میبینیم. حالا من هر روز نیستم ولی در تماسم 7 روز هفته. بعضیا همکارام اونو بیشتر میبینن از فامیلی و بچه و زن خودشون تو خونه.
So اینو میدونم که واقعا sacrifice میکنن و وقتشون رو میذارن برای این بیزنس صدف رستوران که هممون با هم ساختیم. من تنها نساختم. واقعا I appreciate تمام همکارام که با هم کار کردن و تمام مشتری ها که سپورت کردن و ایرادی بوده گفتن به ما، چون که بدون کامیونیکیشن ما نمیدونیم اشتباهی میکنیم، یه چیزی بد باشه، شور باشه، نپخته باشه، هر چی باشه دوست داریم و ویلکام میکنیم که همه به ما بگن، اذیت نمیشیم، ناراحت نمیشیم، دوست داریم بشنویم که بتونیم بهتر و بهتر باشیم. That's the only way. من اینجوری فکر میکنم. بسیار بسیارم. به همین دلیل هستش که رستوران‌های صدف با موفقیت رو بروز، موفقیت بسیار در حد 5 ستاره، و به همین دلیل هم این موفقیت رو بعد مدیون دوستانی که صدف جان، خانم صدف سالود نژاد اشاره کردن بعد بدونیم، واقعا کسانی که در این دو رستوران فعالیت میکنن انصافا واقعا مثل که این صدف خانم رفته یه جایی گلچین کرده اینا رو، و برخورد بسیار خوب، رفتاری بسیار خوب، صمیمانه، اصلا واقعا حیرت انگیزه که در یک همچین محیطی همچین عزیزانی رو خانم صدف سالوت نژاد انتخاب کردن. چطور اینا رو صدف جون، اینا که این عزیزان رو در واقع این عزیزان رو خودت اینترویو میکنی باشون، چگونه است؟ بله، همکارا که من اینترویو میکنم، خودم اینترویو میکنم، ولی آلسو چون که من خودت میدونید دو تا بچه دو قلو دارم، 7 روز هفته اونجا نیستم که بتونم هر نیروی جدید رو اینترویو بکنم. برای همین یه منیجر آوردیم، آقای حسین. بله، خودت هم میشناسیش. خیلی خیلی مرد جنتل، آغاز واقعا آغاز و خیلی ها که اینو میبینن آشنا میشن باهاش، میفهمن که چه دل پاکی، چه دل خوبی، واقعا he's a good man. so اینو آوردیم و اون ستایل اینترویوینگ و اون شخص که ما میخواییم هایر کنیم بیاریم تیم صدف رستوران، آقای حسین الان میدونه که چه تیپ آدمی، چه نوع آدمی میاد گروه صدف رستوران باشه، کار صدف رستوران باشه. سو آقای حسین هم انترویو میکنه. این آقای حسینی که صدف جان نام بردی، واقعا یه انسان واقعا دوست داشتنی. این لبخند حسین آقا همیشه بر لبانش هستش، ولی یه مواقعی هستش که حسین آقا موش میپره بالا. اگه میدونیم اون موقعی که میپره بالا، دوباره بگو آقا، سپروندش میبنم. خودت هم گفتی وقتی حسین آقا شما تو دفتر دیدی بهش ده. گفتی که حسین آقا چرا موهاتو رفته بالا؟ بعد حسین آقا یه چیزی به شما گفت، یه موردی گفت. گفت آقا سپروند. گفتش آقای سپروند اینجاست. آره به شما ازش گفتی بودی چرا موهات پریشونه؟ آقای سپروند. آقای سپروند ولی واقعا انسان خوبیه، واقعا انسان خوب، واقعا چقدر همکارا چقدر باش رابطه صمیمانه‌ای دارن، خیلی فوق العاده انسان بسیار خوبیه، منیجمنت فوق العاده زیبایی رو داره و من واقعا عاشقشم. این لبخند و این رفتار صمیمانه و اینا همه دست به دست هم داده و واقعا حسین آقا یک نقش کلی و اساسی رو در رستوران صدف داره و واقعا هم به تبریک میگم. و چه تعدادی در رستوران های صدف عرض کنم حضورتون همکار داری؟ هر دوتاش مجموعا چه تعداد نفراتی هستن؟ دوباره میپرسین آقا سپروند، نشنیدم، ببخشید. گفتم در مجموع چند نفر در رستوران های صدف انسینو و صدف تازان روکس با شما فعالیت دارن؟ مجموعا چند نفر هستن؟ چند نفر کار میکنن مجموعا با هم؟ تقریبا الان بگم almost 60 نفر هستن. بسیار خوب، 60 نفر هستن بین هر دوتا لوکیشن. صدف جان یک مصاحبه هست، چندین مصاحبه از کانال های متعدد، عرض کنم که کانال فود
و کانال های CNN و چند کانال مطرح امریکایی با ایشون مصاحبه داشتن. از آقای وحید کارگردان فنی برنامه خواهش می‌کنم یه پارتی از این مصاحبه که مصاحبه جانانه ای هم هستش با خانم صدف دادن، یه بخشی رو از همون تو ایمیله داره لود میشه و خیلی خوشحالم که صدف، چون این موفقیت شما مورد توجه رسانه‌های امریکایی هم قرار گرفته و این واقعا حائز اهمیته. حالا تا این آقای وحید به ما بگن که این عرض کنم که این اینترویو یا این مصاحبه شما یک کانال آمریکایی باهاتون انجام داده، آیا مقدور هستش یکی از آگهی‌های صدف انسینو یا صدف اورنج کانتی رو پخش کنی؟ خیلی خوشحال میشم. میریم به یه آگهی یکی از رستوران‌های صدف نگاه میکنیم، برمیگردیم در خدمتتون. در رستوران صدف انسینو و تازن اوکس از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم استفاده میشه. به همین دلیل این رستوران شایستگی خودشو برای کسب 5 ستاره ثابت کرده. برای گذراندن اوقاتی خوش با دوستان و خانواده و صرف غذایی با کیفیت بالا در محیطی زیبا، رستوران صدف انسینو عالی ترین انتخاب شماست. این تنها رستوران صدفی که موفق شده رضایت هزاران هزار نفر رو به خودش جلب کنه. VIP برای 30 نفر، کیترینگ به هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی در رستوران 5 ستاره صدف، 16240 ونچرو بولوار در شهر انسینو. تلفن 818-981-8100، 818-981-8100. بسیار عالی. من کرارم در برنامه ها اشاره میکنم که عزیزانی که میخواهند در رستوران صدف مورد پذیرایی قرار بگیرن، کرارم خواهش کردم که میز خودشون رو رزرو کنن، که واقعا اونجا عزیزان از نزدیک دیدن چه تعدادی در رستوران صدف مشغول صرف غذا هستن، میز خالی وجود نداره. ولی به هر حال کلاً اینو خواهش کردم و الان هم خواهش کردم. بریم به این مصاحبه نگاه کنیم، برمیگردیم دوباره صحبتمون رو با صدفچه‌ام ادامه میدیم. Hi again. Today we're in Encino, California, which is one of the oldest cities in the Valley area of Los Angeles. Surrounded by Brentwood and Bel Air, Encino has a very large Iranian-American community. On the main drag here, which is Ventura Boulevard, there's a number of businesses and very famous restaurants. One of the most desirable ones is Sadaf Restaurant. Let's go in and take a look. Business ever since I can remember, since I was born. 32 years ago, my father opened up the Daria restaurants in Orange County and then eventually opened one in Los Angeles. So as far as I can remember, I was sleeping on booths while he was working, or I was running around his restaurant, or I was answering the phones. As I started growing up, I started being part of the business and part of the operation. And then I went to business school and I came out going, what am I going to do now? Am I going to go be a CPA? Am I going to be a financial advisor? Am I going to be a marketing executive? Then I realized I have a love for food. I'm a big foodie. May not look like it. Yeah. Everyone says it looks like you don't eat, but I am a foodie and I love different types of food. And I said, what better than carry on my dad's legacy and open up another restaurant? بعد اینم قسمتی از یه مسابقه کاملی که یک کانال آمریکایی با صدف جان انجام دادن. خب صدف خانم، نمیشه که ما اینجا باشیم و با همسر گرامیتون صحبت نکنیم، بچه های دوقلوتون رو نبینیم. این
امکان پذیر نیستش. من ازتون خواهش میکنم که اگر در دسترس هستن که در دسترس باید باشن، محبت کنین صداشون کنین که در کنار شما بتونین باهاشون گپی بزنین. چش والا میگم بیان پایین. مطمئنی آقا سپربند؟ بله بله. هانی بیا پایین. چی گفتی شما؟ هانی بیا پایین؟ آره. آخه اومدم. این نوید جانو کجا با هم آشنا شدی؟ محسن. محسن رو ببخشید. محسن رو کجا باش آشنا شدی؟ توی رستوران صدف آشنا شدیم آقا سپربند. مرد ایرونی چلو کباب دوست داره، اومد رستوران صدف، ازدواج کردیم دیگه. آقا سپربند چند وقت از آشناییتون میگذشت که ازدواج کردی؟ چند سالی بود؟ سه سال؟ اوه به 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 پدر و بچه ها آمدن. اون تصویر رو نشون بدی ممنون میشم. آره. جان سلام آقای محسن خان عزیز. سلام، حالتون چطوره؟ من خوبم، شما خوبی؟ مرسی مرسی قربونتون. همه چی خوبه. مرسی که امروز آمدی کنار صدف عزیز که بتونیم ما این گفتگو رو انجام بدیم. محسن جان خواهش میکنم. نه این راز موفقیت ما اینه که ما میتونیم با هم دیگه کار کنیم نوبتی. چند وقت بچه ها چند وقتشونه؟ اینا 16 ماهشونه. 12 ماهشونه. باهاشون فارسی هم صحبت میکنی؟ می‌بینید هیچ حوصله‌ای ندارم. با بچه‌ها فارسی صحبت نمی‌کنیم واسه اینجا؟ چرا؟ با بچه‌ها ما فقط فارسی صحبت می‌کنیم. صحبت می‌کنیم. اسمشون رو بگو چیه واسه اینجا؟ اسم چیه صدف؟ ببخشید آقا سفر بس. اسمای بچه‌ها. بله، ایشون صورتی پوشیده ایلا خانومه، ایشون هم گلگلی پوشیده وینا خانومه. وای 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 وای. خب تلویزیون و دوربین هم هستن. محسن جان بفهمید که چه نقشی شما در نگهداری این بچه ها و همچنین در مدیریت رستوران با صدف همگام هستی؟ راستش من فقط نقشم کمک به صدفه، تا اونجایی که میتونم سپورت بهش بدم، کمکش کنم که بتونه کاراش انجام بده. از لحاظ وقت ما کم میاریم، خب مسلماً به خاطر راه دور از اورنج کاونتی به الی رفتن اومدن خودش یک 4 ساعت تو راهیم در روز. بعد کوچولوها هستن، به هر حال دیگه بهترینی که میتونم براشون انجام میدم، تا اونجایی که میتونم کمک کنم که این مقدار کارهای صدف انجام بشه و بتونه راحت‌تر پیش بره. کدومشون شیطون‌تر از صدفتون؟ هر دوتاشون. هر دوتاشون از همدیگه شیطون‌تر هم. البته به مامیشون رفتن ها. جدی؟ اصلا محسن جان نمیاد که صدف خانوم اینجوری شیطون باشه، ولی چقدر مهربونه. این مهربونی رو من در صدف واقعا حس میکنم، یعنی وقتی میبینم انرژی چقدر انرژی مثبت داره. نه واقعیت هم همینه. صدف خیلی مهربونه، مادر خیلی خوبیه، واقعا شخصیتی داره که میتونه خیلی چیزها رو در یک آن انجام بده و این کار آسونی نیست. بیزنس چرخوندن، داشتن دو تا بیزنس و تحصیل کردن به حدی که ایشون به دکترایی که رسیده و تونسته بله ادامه بده، بعد در این حال هم دو تا بچه دوقلو، کار آسونی نیست. واقعا صبر میخواد و صدف داره. خود شما محسن جان کار اصلی شما چیه؟ من کارم همیشه به بیزنس دیولپمنت بوده، از شروع بیزنس جدید یا خرید و فروش بیزنس ها چیزی بوده که من همیشه از سالیان سال در کار بودم و ادامه هم همون بوده. توی کاتگوری های مختلف میتونم برم، ولی کلن بیزنس دیولپمنت. بسیار خوب. و خیلی ممنونم که
هم همسر خوبی هستی، هم پدر بسیار خوبی هستی و واقعا در کنار صدف این گرداندن بیزینس و نگهداری بچه ها و اینا همه واقعا جای تحسین داره. به عنوان یک مرد موفق، یک مرد موفقی هستی در جامعه که بسیار هم میشناسن. غذای مورد علاقه صدف چیه محسن جان؟ ببخشید غذای مورد علاقه صدف خانم چیه؟ غذای مورد علاقه اش زیاد دیگه شلوغش کردم. چی بگو دوباره؟ غذای مورد علاقه خودت چیه صدف جان؟ اینا در یک آن دارن صحبت میکنن، خیلی سخت میشه. ببخشید. اوکی خوشحال شدم، مرسی، خدا حفظشون کنه، خدا حفظشون کنه. ببخشید. آقا سفرانه یه نیش هشت کنه. خب مادر مادرزاری دو قلوه دیگه، خدا حفظشون کنه. صدف جان گفتم غذای مورد علاقه شما چیه؟ غذای مورد صدف جان گوشید کو؟ الو صدا قطعه؟ آه صدا قطع شده. اجازه بده صدف جان یک تکنیک، یک مشکل تکنیکی پیش آمده که آقای وحیدخان دارن سعی میکنن این مشکل رو رفع کنن. و صدف جان صدای منو میشنوی؟ بله بله میشنوم، ببخشید. ازت پرسیدم واقعا غذای مورد علاقه چیه؟ مال من؟ مال خودم؟ بله بله، من عاشق سبزی پلو ماهی هم، چون که ماهی دوست دارم هر روز بخورم، هلثیه و من دوست دارم فیت باشم و ورزش کنم و سو ماهی برای من سمن و سبزی پلو بهترینه، ولی کبابم عالیه ها، دوست دارم، فقط برای هلثم مثلا دوبار در هفته گوشت قرمز. محسن چی؟ محسن چه غذایی دوست داره؟ مرد ایرانی چی میخوره آقا سپروند؟ چلو کباب و آب گوشت. باریکلا. چلو کباب سلطانی با پیاز و سما خوبی بوده. بسیار خوب. صدف جان میخواستم ازت بپرسم، خیلی اول تبریک میگم که کیفیت غذاهای شما همیشه یکسانه. یه روز هستش بعضیا میرن فرض بفهمید یه جایی میگن آخو عجب چیز عالی بود، بعد دوباره فردا اون روز یا پس فردا اون روز دوباره میرن میگن آقا این اصلا فرق، خیلی فرق کرده، اصلا غذا چه جور دیگه بوده. ولی در مورد رستوران های صدف هم در ارتباط با انسینو و هم در ارتباط با تازانوکس همیشه تست یک جوره، همیشه تست، به همین دلیله که این استقبال مردم در مورد شما فوق‌العاده است. دلیلش چیه آقا سپروند؟ همونی که گفتی دیگه، کیفیت غذا خیلی مهمه برام، چون که پدرم یادم داده اینو و غذاها رو چجوری بگم فارسیشو ببخشید، آره درسته، مرسی. غذاهامون یک نواخت بودن، رسپی رو ما عوض نمی کنیم، رسپی همونی که پدرم داده به آشپزه یاد داده و من فکر میکنم مهمترین چیز این آشپزه. آشپز من 11 سال با منه، یعنی نه. روز اول که رستوران صدف رو باز کردم از اون روز با من شروع کرد تا الان با منه و برای همین تونستم رستوران شعبه دوم تاوزن اوکس هم باز کنم، چون همین آشپز رو بردم لوکیشن تاوزن اوکس، اونجا شروع کرد کچن رو صداب کرد، آشپز نیروی جدید رو بردیم به اونام یاد دادیم همون رسپی رو، از اون رسپی عوض نمیشه و خودمون دیگه تیست تست میکنیم دیگه، هر روز میایم میگیم یه ذره قرمه سبزی بده بچشیم ببینیم چطوره، قیمه رو بده بچشیم ببینیم، فسنجون یه کباب درست کن، من باید انقدری باشم اگه هر روز انقدر بخورم، ولی یه تیست کوچولو دیگه آقا سپروند میکنیم که ببینیم غذا عوض نشده، تیستش عوض نشده و خیلی کمک از مشتریان میگیریم دیگه، مشتری که 5 روز در هفته میاد رستوران صدف غذا میخوره. بله. و اگه قرمه سبزی یه ذره شور شده یا یه ذره ترشیش کمه به ما میگن و ما
گوش میدیم، میریم تو آشپزخونه خودمون میگیم بذار دوباره تست کنیم. دو نفر گفتن مثلا ترشیش کمه، راست میگن، رفتیم یه ذره ترشیش و لیمو امانیش رو بیشتر کردیم یا آب لیموش رو بیشتر کردیم. سو ما گوش میدیم به مشتری ها، خودمونم تست میکنیم. دیگه ربات نیستیم، ماشین نیست که این غذا رو درست میکنه، دستای خودمونه که درست میکنه. سو یه ذره این ور اون ور میشه، ولی سعی میکنیم همون کیفیت، همون رسیپی رو فالو کنیم که دیگه همه غذا رو بخورن و میشه جونشون. ولی یک مورد بسیار حائز اهمیتی رو اشاره کردی در ارتباط با اون سرآشپز شماست که واقعا 11 ساله با شماست و یکی دو بار من با اجازه شما به خاطر فیلم برداری ناچار شدم، البته ازش اوکی گرفتم که برم در آشپزخونه، دیدم چقدر فعالیت میکنه، چجور غذا رو آماده میکنه که به دستتونم برسه، ضمناً به دست مردم برسه، ضمناً این دلیوریاری شما هم باید واقعا براوو گفته ها. چقدر دلیوریای سریع عرض کنم حضورتون، برخوردهای خوب، واقعا این هم یکی از مواردی است که باید برای شما در این رابطه هم تبریک بگم. مرسی آقا سپروند. بله این همکارامون که دلیور میکنن واقعا آقان، 4-5 نفر توی یه لوکیشن داریم، 2 نفر توی 1000 اوکس، واقعا با دل و جون کار میکنن، این غذاها رو پک میکنن مثل اینکه داره میره فامیلی خودشون که زن و بچه خودشون بخورن. سو سعی میکنن چیزی یادشون نره، سعی میکنن درست پک کنن نریزه و سریع میرن و میان. چون که میدونن غذا ایرانی باید داغ خورده شه، اگه سرد بشه زیاد خوب نیست و اینا خودشون میدونن و سریع کار میکنن که این غذا رو برسونن به مشتری، مشتری لذت ببره. کاملا کاملا. به هر حال صدف جان به تبریک میگم، از هر زمینه، در هر زمینه شما 5 ستاره هستین واقعا میگم، و خب دولت امریکا هم تشخیص داده که اون 5 ستاره رو به شما به قولی هدیه بده، چون همه چیز شما پرفکت و نامبر وانه. بهت تبریک میگم، برات آرزوی موفقیت دارم و عرض کنم که شماره تلفن های دو تا رستوران هم آقای وحید آیا نمیدونم در دست هست دارید یا اگر نه که من از موبایلم استفاده کنم، از تلفنم استفاده کنم که اگر بشه بر که عزیزان ما اگر میخوان و رزرو کنن. آو این بسیارم، این مرسی، وی آی پی تام خیلی عالیه، واقعا عالیه وی آی پی، چقدر همه دوست دارن این جشنی برگزار بشه، مراسمی برگزار بشه، واقعا ایده‌آله، اونم جای تبریک داره. مرا مرسی آقا سپروند. خب تلفن‌ها یه رستوران صدف در انسینو و عرض کنم حضورتون تازه نوت کد 818-981-8100 و 805-371-8100. صدف جان خیلی ازت تشکر میکنم و به امید دیدار در یه برنامه دیگر. ممنون از شما آقا سپروند و ممنون از بیننده های ITN عزیز. مرسی. مرسی. خانم و آقایان، این گفتگوی صمیمانه بود با خانم صدف سالود نژاد که فامیل همسرشونه. میریم به چند آگهی نگاه میکنیم، برمیگردیم برنامه رو با شما دنبال میکنیم. مرسی. رستوران صدف تازه نوکس، رستوران 5 ستاره صدف تازه نوکس همچنان ستاره باران است. کیفیت عالی در طبخ غذاهای منحصر به فرد، محیطی جدید توأم با آرامش، سرویسی در خور توجه و دلیوری سریع، گوشه‌هایی از ستاره باران رستوران 5 ستاره صدف است که همه نگاه ها به سوی این رستوران ممتاز جذب و جلب شده است. مدیریت رستوران های صدف انسینو و صدف تازنوکس آسایش و مرغوبیت را به شما عزیزان پیشکش می کند. آدرس شماره 866 ایست تازنوکس بلوار، تلفن 805-371-8100.